درود و د بدرود به شما همراهان گرامی کانال سرزمین مادری جنگ بمب یا فروپاشی انتخابهای جمهوری اسلامی به دنبال انتشار نکاتی از اسناد محرمانه پنتاگون در پایگاه خبری اینترسپت مشخص شده که ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ طرح حمله نظامی به ایران را بررسی و طی سالهای 2018 و 2019 برای آن بودجه عملیاتی تامین کرده بود. قالب منابعی که این خبر را به فارسی منتشر کرده اند، عنوان طرح ساپورت سنترای را معادل نگهبان پشتیبانی ذکر کرده اند. البته این اصطلاح معادل فارسی دقیق نیست ولی به هر حال این طرح نوعی طرح جایگزین بوده که توسل به جنگ را در صورت نتیجه ندادن سایر اقدامها بررسی و تجویز می کرده. می توان گفت این طرح هنوز هم وجود دارد و می تواند تحت شرایطی قابلیت اجرا پیدا کند. گرچه منو به متعددی بنا به جایگاه و نگرش خود گزارش اینترسپت را به دلخواه تعبیر کردند ولی در واقع امر موزه اینترسپت تایید برنامه آغاز جنگ با ایران نیست بلکه نوعی هشدار است برای اینکه چنین برنامه تدوین شده ای وجود دارد که از نظر بودجه نیز بررسی شده و میتواند تحت شرایطی اجرایی شود اینترسپت از منظر منافع ملی آمریکا به قضیه نگاه می کند و این احتمال را منتفی نمی بیند که جنگ با ایران به صورت بالقوه در لابل بالای پرونده های پنتاگون منتظر لحظه مناسب است. معمولا معلفه ها و انگیزه های متعددی در مورد جنگ احتمالی با ایران مورد بررسی قرار می گیرد. اول اینکه آیا ایالات متحده از نظر دیپلماتیک چیزی از دست خواهد داد؟ از منظر تئوری تنها قضیه برجام هست که هنوز بین ایالات متحده جمهوری اسلامی و چند کشور دیگر وجود دارد ولی از روز ورود دولت ابراهیم رئیسی به عرصه بازی سیاسی ایران روز به روز بیجانتر شده به نحوی که میتوان گفت عملا برجام یک توافق مرده است با امضا نشدن احیای برجام دولت فعلی ایالات متحده هیچ امتیازی را از دست نمی دهد و حتی ممکن است دفن برجام به عنوان یک توافق مرده برای دولت بایدن امتیاز مثبتی هم باشد یعنی اگر تا همین چند وقت پیش آمریکا میخواست که جمهوری اسلامی به برجام برگردد و حاضر بود امتیازهایی هم به ایران بدهد اکنون دیگر آن شرایط وجود ندارد و سیاستمداران آمریکایی به طور دائم و علنی از آن به عنوان توافق که مطرح نیست صحبت می کنند. به عبارت دیگر توافق برجام خود به عوامل بسیار دیگری گره خورده که در یک سوی آن نارضایتی عمیق و حرکت انقلابی مردم ایران در داخل و حمایت اپوزیسیون از خارج قرار گرفته و در سوی دیگر همسویی جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین با روسیه نقش مخرب حمایت از گروه های نیابتی در نقاط بسیار حساس منطقه خاورمیانه و به خطر افتادن امنیت اسرائیل به عنوان برآیند کل قضیه قرار دارد در مقطع تا 2019 که شخص ترام تصمیم گرفت از برجام خارج شود و بعد از آن در شکلگیری طرح نگهبان پشتیبانی و تخصیص بودجه برای آن طرح مهمترین انگیزه امنیت اسرائیل و رابطه ترام با نتانیاهو بود که حتی تا به امروز موافقان و مخالفان خود را در سیاست و حکومت ایالات متحده آمریکا حفظ کرده است از نقطه نظر اینترسپت با توجه به اینکه منابع پنتاگون نامحدود نیست این واقعیت که تلاش‌های برای تهیه چنین سندی انجام شده به این معناست که برنامه ریزان نظامی ایالات متحده خطر درگیری با ایران را به اندازه کافی و قابل توجه ارزیابی کنند. امروز هم جمهوری اسلامی ایران و هم دولت بنیامین نتانیاهو در داخل با وضعیتی مواجهند که پررنگ کردن یک تهدید خارجی میتواند آن وضعیت را تا حدودی مهار کند و یا نارضایتی داخلی را به طور موقت در برابر سایه یک جنگ خارجی فرو بنشاند در اسرائیل نارضایتی ها موقعی شدت گرفت که لایحه جنجالی کابینه راستگرای نتانیاهو برای کاهش اختیارات دستگاه غذایی در مرحله اول خود به تصویب رسید. صدها نفر از اعضای سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل درباره محدود شدن اختیارات دیوان عالی هشدار دادند و اصلاحات پیشنهادی کابینه نتانیاهو را به کودتای غذایی نتانیاهو تشبیه کردند. انتشار خبر تصویب این لایحه موجب سقوط ارزش شکل واحد پول اسرائیل شد و بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادند که این مسبب میتواند به فرار سرمایه و سرمایهگذاران از اسرائیل منتحی شود برای دولت نتانیاهو نارضایتی مردم در این سطح در مقایسه با تهدیدات خارجی در درجه دوم اهمیت قرار دارد آنچه در حال حاضر بیش از هر چیزی در اسرائیل به احساس نبود امنیت دامن میزند گزارشهایی در مورد اقدام جمهوری اسلامی به تولید اورانیوم با غلزت بالای 80 درصد و نزدیک شدن ایران به مراحل تولید بمب است بمب اتمی جمهوری اسلامی یک تهدید حیاتی و موجودیتی برای اسرائیل است و به همین جهت دولت نتانیاهو سعی دارد آمریکا را برای ورود به یک جنگ علیه جمهوری اسلامی به دست آورد در مقابل این تهدید است که جمهوری اسلامی نیز از روسیه سامانه دفاعی s 400 و هواپیماهای راهبردی میگرا درخواست کرده است جمهوری اسلامی شاهد سازمان یافتن تشکل‌های خارج از کشور و نفوذ آنان در مراکز سیاستگذاری جهانی جهت تشدید فشارها علیه ایران است تحریم ها روز به روز افزایش می‌یابد و روز به روز تعداد بیشتری از افراد و سازمان‌های مرتبط با دولت سپ سپاه پاسداران و حلقه اطراف رهبری تحت تحریم های جدید تر قرار می گیرند و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی در ردیف اول این خواسته است. در مقابل رژیم جمهوری اسلامی کوشش دارد تسلیحات بیشتری را به دست گروه های نیابتی برساند در سوریه اقدام به عرضه سیستم دفاع ضد هوایی ساخت ایران می کند در روسیه پهپادهای جدیدتری تحویل می شود و در داخل گزارش های در مورد تولید اورانیوم با غنای بالای 80 درصد مطرح است تهران با چین سیاست نفت در برابر هر چیزی به غیر از دلار و یورو را دنبال می کند و سعی دارد از مدل روسیه تبادل نفت استفاده کند تا جلوی جهش برابری دلار برابر برابر ریال و تضعیف ریال ایران را بگیرد گرچه این باور عمومی و حتی در میان متخصصان وجود دارد که جمهوری اسلامی آلمانه و آمدانه میخواهد نرخ برابری را بالا نگه دارد تا کسری بودجه دولتی و خاصه خرجی های نظامی را از جیب مردمی پرداخت کند که روز به روز به دامان فقر و نداری رانده می شوند علاوه بر آن جمهوری اسلامی با نگرش خصمانه خیزش انقلابی مردم را وارد یک مرحله حملات انتقام بیولوژیک علیه جوانان دانش آموزان و حتی دانشجویان کرده تا از آنان به دلیل شرکت فعال در خیزش زن زندگی آزادی انتقام بگیرد در همین ارتباط گروه های آتش به اختیار والدین نگران این جوانان را مورد حمله و اذیت و آزار قرار می دهند. به موازات این حرکت ضد بشری به نظر می رسد جنبش زن زندگی آزادی به نوعی مشغول تجدید سازمان و تعیین راه ادامه مبارزات است. در مقابل رژیم جمهوری اسلامی به محاکمه، حبس و حتی ادام غیرقانونی ادامه می دهد و هر روز جوانان، روشن نویسندگان، شوعرا و اساتید دانشگاه را تهدید و زندانی می کند و به کشتار بلوچ کردها و عرب ادامه می دهد. اغلب نمایندگان سیاست خارجی و دیپلمات های جمهوری اسلامی در خارج از کشور توفیق و مقبولیتی ندارند از جمهوری اسلامی برای حضور و شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ دعوتی صورت نگرفت و برعکس از سران بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور دعوت شد تا به تبادل نظر با سران کشورهای حاضر در کنفرانس بپردازند وقتی وزیر امور خارجه دولت رئیسی حسین امیر عبداللهیان در حاشیه دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مقابل دوربین پرسشگر کریستیان امانپور خبر خبرنگار سی این این قرار گرفت فقط مشتی دروغ در مورد کشتار جوانان و سرکوب تظاهرکنندگان کنندگان و ناراضیان در ایران تحویل بینندگان سی این این داد و مدعی شد جمهوری اسلامی قوی ترین دموکراسی است او اتهام هایی مانند تحویل پهپاد به روسیه برای جنگ علیه اوکراین یا تولید اورانیوم با غلظت بالای 80 درصد را مردود شمرد و همچنین تجاوز به زنان و دختران بازداشت شده را انکار کرد با توجه به جمعی جهات به نظر می رسد جمهوری اسلامی با نوعی انصداد علاج نشدنی مواجه است. روز به روز مشروعیت حکومت در داخل از دست می روید و هر گامی که حکومت برای کنترل شرایط داخلی و سرکوب جنبش انقلابی بر می دارد، تاثیر تأثیر معکوس دارد و متوسل شدنش به ابزارهای سرکوب جدید مشروعیت رژیم را تحت شوها قرار می دهد. توافق برجام در مراحل احتضار نهایی است و با توجه به وجود گرایش تولید بمب این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی حتی از پیمان منع گسترش اتمی هم خارج شود تا بدون هیچ گونه تعهد بین المللی مانند کره شمالی به تولید بمب بپردازد به این ترتیب است که رژیم به دلیل اینکه نمیتواند منازعه با نظام بین الملل را حل و فصل کند عملا وارد نوعی دور باطل می شود ناتوان از اداره مطلوب و حاکمیت مورد پذیرش اکثریت جمعیت 80 میلیونی ایران ناتوان از برقراری توازن در سیاست خارجی این تصور تقویت می شود که تولید تولید اتمی تنها راه بازدارنده است و ناگفته پیداست که منطقه و جهان این حرکت را بر نخواهد تابید و در نتیجه جنگ اجتناب ناپذیر خواهد بود سوال اصلی این است که آیا جنگ می تواند به تحقق جنبش زن زندگی آزادی کمک کند یا اینکه جمهوری اسلامی ترجیح خواهد داد با نابودی خود آرمان آزادی و دموکراسی را هم با خود نابود کند عزیزان سپاس بیکران از شما خوبان تا بخش بعدی خبر بدرود Thank you.